هستیم میخوایم بیشتر با وردپرس و اون امکاناتی که بهمون میده آشنا بشیم. همونطور که گفتیم سایت هایی که به صورت فروشگاهی هستن و با پلاگین ووکامرس درست میشن، بیشتر قالبی که دارن و اون به اصطلاح تنظیماتی که دارن بیشتر تابع قالبیه که شما نصب میکنید. یعنی همونطور که توی جلسات قبلی گفتیم، شما وقتی که یه بسته نصبی آسان رو نصب میکنید، پلاگین ها و اون افزونهای لازمش یا پوست ها همگی با همدیگه نصب میشن و محتوای اولیه قرار میگیره. مثلا این قالب ایستور که تمامی محتوای اولیه فروشگاه و اون به اصطلاح محصولاتی که بوده همه به صورت خودکار با بسته نصب آسان وارد شده و اینکه دیگه شما نیازی نیستش که اون دسته بندی ها و برچسب ها رو دوباره از اول خودتون انجام بدین، فقط کافیه که بدونین که قالب و یا هر کدوم از بخشاشو چجوری میتونید ویرایش کنید. که خب همونطور که مثلا دفعات قبل گفتیم، این قسمت فوتر نام داره که و تو قسمت ابزارک ها توی قسمت بله نمایش ابزارک ها بعد به دنبال بخش فوتر بگردین تا بتونین این قسمت پایین و محتوایی که داره رو ویرایش کنید. همونطور که میبینید توی قسمت نمایش ابزارک ها قسمت های متفاوتی داره. مثلا 4 قسمت فوتر تعریف شده که اولی عکس، چهارمی جستجوه و همینطور بقیه موارد و قسمت های دیگه سایت که هر کدوم رو مورد مطالعه قرار بدیم میبینید کدومی که از ابزار رو توی اون قسمت قرار گرفته. خب حالا کار ما بیشتر با بخش ووکامرس سایته. به اینجا رسیدیم که ما پس اون ووکامرسی که قرار نصب کنیم و اون تنظیماتش بیشتر تابع قالب ما. حالا اونطور که توی قسمت قبلی توضیح دادیم، دو تا بخش اصلی داره بعد از اینکه ما پلاگین ووکامرس رو نصب کنیم. یکی بخش ووکامرس که بیشتر تنظیمات ما و کوپن‌های تخفیف و بحث گزارشات فروش ما رو داخل خودش نگهداری می‌کنه. یکی بخش محصولاته که ما محصولایی که می‌خوایم تعریف کنیم داخل فروشگاه از این قسمت اضافه می‌کنیم. حالا دونه به دونه قسمت مهمی که هستش انده. خب اولین قسمتش توی ووکامرس سفارشاته. هر کس که داخل سایت شما وارد میشه یه محصولی رو خریداری میکنه به هر چی، به حالا پرداخت آنلاین یا به صورت خرید با چک، پرداخت در محل، هر کدوم از این موارد یه سفارش به اصطلاح به حساب میاد که بعد از اینکه فرد اطلاعاتش رو با موفقیت وارد کنه و به اصطلاح سفارش رو با موفقیت انجام بده، توی بخش سفارشات به شما نمایش داده میشه. به صورت نمونه یه سفارش رو باز میکنیم که شامل یه سری اطلاعات از اون فرده که خرید رو انجام داده، اون اطلاعاتی که ما توی قسمت چکاوتمون از اون کاربر خواستیم چیا رو وارد کرده و موارد دیگه که حالا ما میتونیم وضعیتش رو انتخاب کنیم که این سفارش در حال تکمیل در انتظار پرداخته یا موارد دیگه، که این قسمت برای بعد از اینه که ما اون فروشگاهمون رو کامل انجام دادیم و خب سفارش ها آماده تحویل هستن توی سایت ما. این قسمت خب پس این قسمت سفارشات که خب همه سفارش های کاربرمون به اضافه وضعیتش رو نشون میده که چه جوریه. قسمت بعدی کدای تخفیفه. توی این قسمت ما میتونیم کوپن تخفیف برای سایتمون ایجاد کنیم، یک کد تخفیف و بازه زمانی براش انتخاب کنیم و موارد زیادی که دسترسی مختلفی که میتونیم و محدودیتایی که برامون بذاریم. بخش گزارشات هستش که ما خلاصه به اصطلاح از فروشمون رو در دسترس داریم. بخش پیکربندی که تنظیمات اصلی بیشتر بهش میپردازیم که دیدیم توی پیکربندی اولیه ما این اطلاعات رو وارد کردیم، مثلا آدرس فروشگاهمون کجاست، شماره تماسش چیه، واحد پولیمون قرار چیه، چه تعداد اشعار داشته باشه، مالیات داشته باشه یا نه، محاسبه چگونه باشه. این قسمت همگانیشه. بخش بعدی بخش محصولات مهمه که ما خب برگه فروشگاهمون رو انتخاب میکنیم که کدوم برگه قراره به عنوان صفحه فروشگاهمون و محصولاتون داخل اون قرار بگیره و میتونیم یه سری آپشن دیگه رو اضافه کنیم، مثل فعالسازی امتیازدهی در نقدها و موارد دیگه که خب از روی اسمشون هم میتونیم. بخش فهرست موجودی داره،
که ما میتونیم یه سری آپشن ها رو انتخاب کنیم. اگه مثلا توی انبارمون قرار یه سری کالا رو نگهداری کنیم با سایتمون هماهنگ باشه فروشمون. بخش حمل و نقل رو داریم که میتونیم یه سری ناحیه های جغرافی انتخاب کنیم و بگیم که خب مثلا واسه اینا چه تایمی باشه برای تحویلشون، چه هزینه بیمه ای باشه، چه هزینه به اصطلاح پستی باشه و بقیه چیزا. بخش پرداخت که خیلی مهمه، ما از اینجا انتخاب میکنیم که با چه درگاه پرداختی و چه روشهای کاربر ما میتونه پرداختش انجام بده. و یه مورد دیگه که خیلی مهمه، اینجا ما باید یه سری برگه رو انتخاب کنیم که برگه پرداخت، قوانینمون، برگه سبد خرید و این که حالا بعد از هر کدوم از انجام اینا چه اتفاقی میفته و این ترتیب نشون دادن این شیوه‌های پرداخت به کاربر چگونه است. مثلا به صورت نمونه شوهر افزونه‌ای که نصب کنید، الان افزونه پیپال نصبه، شما میتونید بعداً توی آموزش بعدی میبینیم که چجوری میتونیم درگاه پرداخت و به وسیله اون افزونه‌هاشون به ووکامرس اضافه کنیم. به صورت نمونه زرین پال و پیپال و از این جور درگاه پرداخت که معمولاً به صورت رایگان هستن و شما با اطلاعات کمی میتونید اونا رو فعال کنید. بخش حساب‌های کاربری رو داره که شما اونجا هم باید برگه انتخاب کنید و یه سری آپشن برای کاربراتون که چه محدودیتایی دارن، چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. توی قسمت ایمیل ها قالب ایمیل هاتون رو انتخاب میکنید که هر کدوم از این اتفاقا میفته، مثلا یک سفارش جدید که اتفاق میفته، شما اون اطلاعات به اصطلاح ایمیلتون به چه گونه باشه، قالبش چه جوری باشه، گیرندش چی باشه، سربرگش چی باشه و موارد دیگه که خب میتونید داخل اینجا مشاهده کنید و خیلی نیاز به توضیح نداره، رنگش از چه آدرسی باشه و از چه نامی باشه و غیره. به بخش پایانی API داره که شما از این قسمت API ها بعداً برای مواردی مثل ساخت اپلیکیشن از فروشگاهتون استفاده میکنید که خب این قسمت هم همینقدر که بدونیم بعداً برای ساخت اپلیکیشن کاربرد داره برامون کافی. این قسمت وضعیت داره که اطلاعات کلی از فروشگاه در اختیار شما قرار میده و این که میگه که خب چه چیزایی به امنیت سرورتون خوبه، چه چیزایی بده، چه چیزایی سرعتتون میبره بالا و غیره. یه بخش افسونه ها داره که بعدا میبینیم مواردی مثل افسونه درگاه پرداخت زرین پال از این قسمت از قسمت دیگه میتونیم اضافه کنیم. بخش محصولات که فعلا برامون مهمه، همونطور که میبینیم یه سری محصولات از قبل تعریف شده، ساعت، لباس، که با توجه به اون تنظیماتی که قالب داره توی قسمت های مختلف قرار گرفته و خب شما یه میتونید محصولات جدید ایجاد کنید یا اینکه همینا رو ویرایش کنید تا اطلاعات سایتتون تغییر کنه. و اینکه خب یه سری دسته‌بندی برای محصولات تعریف شده که شما از این دسته‌بندی ها میتونید راحت متوجه بشین که هر کدوم از این محصولات دارن کدوم قسمت از سایت رو پر میکنن. یه چیزی که خیلی باید دقت کنیم، حالا این قسمت همه محصولات رو که دیدیم، افزودن جدید هم محصول جدید اضافه میکنیم، بخش دسته‌بندی ها، برچسب ها و ویژگی هاست. توی قسمت دسته‌بندی ها شما میتونید یه سری دسته‌بندی برای محصولاتتون تعریف کنید، اما اینکه چه تفاوتی با ویژگی‌ها داره، این دسته‌بندی همانند همون چیزی که ما قبلا توی بلاگ داشتیم. ولی اون تفاوت اصلی که با ویژگی‌ها داره، دسته‌بندی‌ها مثلا شما یه محصولی رو تعریف می‌کنید، مثل گوشی. برای این گوشی یه برند انتخاب می‌کنید به اسم سامسونگ. خب این یه دسته‌بندی برای گوشی شما شد به اسم سامسونگ. ولی شما میان از اون طرف یه ویژگی تعریف می‌کنید که مثلا دارای NFC. خب ببینید دو تا گوشی مثلا میتونن، اگه یکی از برند سونی باشه یکی از برند سامسونگ باشه، قطعا دسته‌بندی متفاوتی دارن، ولی این دوتا میتونن توی یه ویژگی به نام داشتن NFC با هم دیگه مشترک باشن. پس ویژگی ها معمولا میتونن بین چندین محصول یکسان باشن و ویژگی های مشترکی داشته باشن، ولی معمولا دسته‌بندی متفاوتن توی کالاها. پس این تفاوتی که با توجه کنید نسبت به دسته‌بندی ها و ویژگی ها برچسب هم که اون متا تگ هایی که شما استفاده میکنید برای قالبتون. پس بعد از اینکه بستی نصبی آسان قالبتون نصب میکنید، شما باید همون کارهای روتین رو انجام بدین برای ویرایشی قالبتون. مثلا نمونه، مثلا این قسمت بالایی سایتو میتونید از قسمت فهرست ها مورد ویرایش قرار بدین که باید دقت کنید که یه سکندری منو وجود داره که همون دسته‌بندی هاست و پرایمری منو، که این دسته‌بندی هم سکندری منوه و این قسمت پرایمری منو وجود داره. پس این از قسمت فهرستا و قسمت حالا برگاه وجود داره، برگه صفحه اصلی که میتونید هر کدوم از این قسمت ها اسلایدر رو و قسمت های دیگر تغییر بده. پس چیزی که ما یاد گرفتیم، کلیت کار ووکامرس تقریبا یکسانه، یعنی شما محصول تعریف میکنید، برای هر کدوم از این محصول
کارهای مختلف دیگه انجام میدی. اما اینکه اینا به چه صورتی توی سایت شما ظاهر بشن بستگی به اون قالبی داره که شما ازش استفاده میکنید. و معمولا قالبایی که به صورت حرفه‌ای هستن و به صورت پولی به فروش میرسن، آموزش‌هایی رو در اختیار کاربرا قرار میدن که بدونن هر کدوم از این بخش‌های سایت رو چجوری میتونن تغییر بدن. پس اطلاعات اولی که شما نیاز دارین فقط همینه که چجوری محصولات رو اضافه کنید و انبارتون رو چجوری ویرایش کنید موجودیشو، و اینکه چجوری به درگاه پرداخت بتونید متصل کنید فروشگاهتون رو، که اینا یه سری اطلاعاتی هستن که حالا به صورت تکرار میشه برای شما، اما اصل کاری که انجام میشه اون قالبیه که شما استفاده میکنید، که به صورت مختصر توی جلسه بعدی به شیوه اتصال سایتتون به درگاه پرداخت میبینید.